اوکی خوبه راجب دوگمه فشار دادن reminded me story که بعد از جنگ جهانی متفقین اروپا رو گرفتن right. بعد آمریکایی‌ها یک کمپ نظامی داشتن قبل از کی بوده؟ قبل از فکرم روششنا کیپور بوده ایستاده که این هولوکاست سوروایورها میخواستن برن از اون چیز آمریکا تقاضا بکنن که واسه شون از آمریکا خود چیز بیارن تورسیبور بیارن مخزور بیارن یه ربه بوده با چیزش با شماشش میرن اونجا که با چی صحبت بکنن با چیز نمیدونم جنرال بزرگی فلان اینا بعد این طالب به عمرشون آسانسور نهیده بودن فلانم آسانسور های اون وقت چیه دید اتاق آهنی اینا میرن اونجا تو این پایگاهه و دن خود سوار آسانسور بشن دفعه اول طالب به عمرش هم چیزی نهیده بوده میرن اونجا و سربازه جاندارمه کنیم برد برای این برد چون چه بزنه دکمه رو فشار میده و میرن توی اتاق آهنی ها بعد دکمه فشار میده میرن بالا میرن تو آفیس جنراله و باش حرف میزنن و خیلی خوب تحویلشون میگیره میگه شور اما من میکنم چیز کنم برمیگردن بعدن ربه میگه که ربه به چیزش میگه به پیش خدمتش میگه بگیم چه موساری من میگه چه موساری یاد گرفتی چه کار کردی میگه ندیدی میگه نه متوجه نشدی میگه نه میگه ندیدی این پایین یه دکمه فشار دادیم رفتیم بالا میگه اینجا دنیا هم اینجوری دارم تو این دنیای دگمه های فشار میده میره بالا میتسوا انجام میدی تو فیلم میذاری مثل دگمه فشار دادنه اینجوری دگمه رو فشار میدی میری بالا right this is what happened we don't realize که فشار دادن یه دگمه how far it goes در صورت سو میدونیم که پاراشا این هفته پاراشات شمینین از جمله راجع به هلاخای کشروت صحبت میکنه یعنی اتفانزیم هر افسفورن خیلی قشنگ چیز میکنه کانتکست این رابطه ای که بین پارشه های مختلفی که تو تورا هست میگه ال تشقت سود نفش توخه میگه ببین تورا میفرماید این چیزها رو نخورید این چیزهای غیر کاشر رو نخورید چرا؟ ال تشقت سوت نفشوتخم ولوت تمود نفشوتخم حرف از چمش واسه چیه خود یعنی نفشتون رو تامه نکنید نفشتون رو ناپاک نکنید میفهمید واسه چی خدا میفهمید که یعنی هشم معله اتخم میرت مصرعیم من شما اسرائیل رو از مصر معله آوردم بالا اینا جالب اینجا هم نمیگه هم مطسی معمولا میگه یت میگه میتیاد میتره اینجا میگه هم معله معله یعنی بالا بردن حرف از الیویتور میزنیم یعنی این که هشم میگه که من شما رو از مصر خارج کردم آوردم اتون بالا چجوری که کشوت را رعایت بکنه دوره میگه هنی هم معله اتخم مرت میترن دیود لخم دلوکیم ویت خدیشتم ایتم قدوشیم و که چی و یعنی هدف از کشروت قدوشه هست کشروت چیزای قبلا صحبت کردیم فقط چیزای definitely چیزای it's a healthy diet چیزن این رو کشروت نگه داشتن it's a healthy diet رمبام میدونین رمبام دکترم بوده رمبام بگه کتابش میدونین کتاب هلاخاست راجب سلامتی صحبت میکنه اتفاقا این کتابش به انگلیسی هم ترجمه شده Rambam's diet if it's a Feldheim book if you are interested you could get it از امازون رو نمیتونیم بگیریم it's a Feldheim publisher's book you know it's the in Rambam's diet in English خیلی خیلی جد و جدن علمیه رمبام میگه کسی که حرف منو گوش بکنه من بهش گارانتی میکنم که هیچ وقت مریض نشه خیلی حرفا رمبام میگه من چی میگه بیسیکلی میگه کیپ کوشر بعد میگه چی چیزش چی خیلی I try to do it من پدرم هم خیلی was very much into it
میگه اینا کم بخور، میگه بیشتر مریضی از پرخوریه. کم بخور همیشه 3/4، هیچ وقت تو شکم تو پرپر نکن. بعد اکسرسایز بکن که عرق بریزی. بعد میک شور بکن که سیستمت از رانینگ. خیلی میگه یوبوسات و اینا چیزا ایناست. فروت، ویجیتابلز، اتسترا، اتس بیوتیفول. و کوشر دایت. میگه دیس از ا هلثی دایت. رمبام میگه من گارانتی میکنم کسی که دایت من اجرا بکنه مریض نشه. هشم ایشمار آدم باید هیچ تدود دارم باید سعیشو بکنیم. سو اینجا ولی دفنت بیدو بینید کشروت به هیچ وجه علت کشروت چیز نیست، فقط صرفا سلامتی نیست. ایتس نه داره تورا صریحا داره میگه که علت کشروت قدوش هست. واسه همینم کجا آمده تو تورا؟ تو تورا قبل کشروت تو بایقرا میاد بسی رو به تمرداش صحبت میکنه. به تمرداش قربانات میره سر کشروت. چه عجب. چون هدف میشکان چی بود؟ هشم میگه من میخوام توی شماها ساکن بشم، به دوشا بیاد، شخینه بیاد تو وجود شما. ان کشروت پرپسش اینه، اصل چیز کشروت قدوشاست. راید که قدم که قدوشا بیاد داره تو را میگه، میگه که یعنی هشم مثلا میگه هم معله اتخه من شما برم بالا، نمیگه مطسی، نمیگه من شما را از مصر خارج کردم، هم معله اتخه I elevate you. که از مثل آوردن تو برای چی؟ برای کشروت. تو را سریعا نیاله گیمارش رو میبینیم. فان حرف از رمبام شد، یه دفعه چیز میکنن، یه دفعه یکی از یکی بینید رمبام میدونید گدول دور بود از همه جای دنیا استرلاس چیز داشتن میشستن مثل رمبام. در وقتی استرلاس یمنی خواستن این اومدن مسلمانات بهشون چیز کردن تا یا اسلام بیارد یا میکشیم. اینا هم فرجو خواستن اومدن از رمبام پرسیدن ما چیکار بکنیم. اینا توی یمن بودن، رمبام اون وقت تو مصر بود. سو رمبام واسه شون جواب میده ایگرت تیمان. ایگرت تیمان یعنی تومار، نامه ای که رمبام خیلی مشهوره برای صدای یمنی فرستاد. خیلی اونجا از این در از اون در صحبت میکنه، میشون دلداری داره میده. بعد بهشون هم میگه باتم لاین، میگه چون اسلام چیز نیست، بت پرستی نیست، میتونید میگه ظاهرن اسلام بیارید، ظاهرن یه اسلام بیارید. چرا؟ چون میگه اسلام چیز نیست، عبود ظاهرن نیست، بود پرستی نیست، مسیحیت نیست. میگه اگه بهتون میگه مسیحی بشه باید کشته بشه، مسیحی نشه. سو از همه جای دنیا همیشه میگه سوال که داشتن رمبام گدول دور بود. سو از یه جا از یک شهرستانی به شنامه میدن، میگن رمبام، میگن ببین ما خیلی تو امونامون مسئله پیدا کردیم. یعنی چی؟ آیا مشیخ میاد؟ نمیاد؟ ختمتین چی؟ یعنی چی؟ مولا زنده میشن؟ این خیلی سوالهای فلسفی اساسی. رمبام یکی از تلمیدیمش هم ایبن تیبون که چیزاشو ترجمه کرده بود. ایبن تیبون نه، رمبام بعضی از کتاباش هم به چه زبانی نوشت؟ به عربی نوشت. بیشتر کتاباش یاد خزاقا که ایتز مانیمنتال ورک اف رمبام به زبان عبریه. چه عبریه؟ هر کلمه شو میدونیم توی شیوا اشکنازی ها توی کلمه های رمبام هر کلمه شو میدونیم. یه هفته دارن بحث میکنن که منظور رمبام چی بوده. جدید من رو شیوا همه رو بار مگه میشناختینش اصلا کتاب رو بشته تو رو چیده هایی که بیشتر رمبام دقت هایی رو هر کلمه رمبام قسم بکنن یاد خزاقاش. ولی بعضی از کتاب های دیگه شو رمبام به عربی نوشت، مثلا The Guide for the Perplexed یعنی چی میگن؟ راهنمای سرگشتگان، نهج البلاغه فکر کنم به چیزش به عربی. اینا رو به شون پراکیم چند چیزش به عربی نوشته، بعدن ابن تیبون یکی از تلمیدیش ترجمه کرده. وقتی این نامه از این شهره میاد که اینا تو ایمانشون مسئله دارن، این تلمیدش میفرسته که برو ببین اینا کشروتشون چجوریه. میگه ببین اگه اینا تو ایمان اموناشون به هشم شک افتاده، این نشونه اینه که اینا کاشر رعایت نمیکنن، شاید چه خودشون دزده اوناست. رمبام شک نداره به این کسی که اموناش سوس شده 100% مسئلهش چیه؟ کشروت رعایت نمیکنه. چون تو تورا نوشته اینه بفروش، تو تورا میفرماید
Nein. Die Gemara, Masechet Baba Metzia, מפעמיית קדשי, תנא דברי בישמעאל, אמר הקדוש ברוך הוא, אלמלא העליתי את ישראל למצרים, אלא בשביל דבר זה, שאין מתאמין בשרצים, די. הקדוש ברוך הוא, מן אגר ישראל הרע, פקט וזה המין, אם כביאן וכושר נגיע בלרן, נגיע לרן, חולד שקרדו בדם, קופי בו. این نمیگه شبات کشروت این اون میگه که چه رشی میگه که چی مصیف معلیوت هایی گه بایو واسه این گفته بکتی معله اتخم نگفته مصیف گفته معله اتخم داره میگه که میگه اگر تنها علتی که هرشم خارجون گرد فقط بیان کشروت هایی گه بدارن it's worth it just for that just for keeping kosher چرا؟ چون وقتی کشر نگه دارن وقت امونا دارن و اون وقت یه بقیه تورا قشنگ میره تو قلبشون تو مخشون هر چه مخلیص شو بذاره رای واسه میگه که معلت از زهیرون مخلیت شرسیم تو بایین هی کوگ گدولا رای و همینطور گمارا جای دیگه مسخت یوما میفرماید که چی بسه رابیش تان رابیشمایل اورا متمتمت لیبو شل آدم یه ببین عویرا اینجا منظورش رعایت نکردن کشرود چیکار میکنه؟ میگه قلب آدم رو مسدود میکنه شنمر و لوتی تمعو با هم و نیتمتم با اینجا میگه و نیتمتم تمه با الفه رای تم کلمه تمه با الف الف داره اینجا برای تو داره بدون الف نوشته رای که میشه چی؟ و نیتمتم نیتمتم یعنی چی؟ یعنی مسدود شدن right میفهمین که چی که چی که میفهمین که اینجا یعنی اینجا غذای غیر کاشر right چیکار میکنه قلب آدمو مسدود میکنه آدم دیگه میدونی کنات راجب روحانیت علما با اینا هیزت کنه اینا چیزی هر چی بهش بگی سکاچگارد زدن روش بزن ریپل قبولش نمیکنه تورا داره میگه right تورا داره میگه واسه این یعنی میگه تمام از مس خارج شدن همه چیز واسه اینکه کشروت رو نگه دارن چون اگر کشروت نباشه it's not gonna happen تا این من تو سر کلاس خانم ها عرض کردم ببینین همه میگن چی میگن همه اشکنازی ها امریکایی ها میگن ایرانی ها مقدم شما چیز نیستن خیلی حلقه ها رو نگه نمیدارن فلان ایرانی های ولی همشو امونا دارن امونا واسه تعریف کردم به دفعه یکی از مدارس ما با هم دیگه یکی از بچه‌های که بچه ایرانی که مرسینا میرفت برمیتسا داشت و متاسفانه برمیتسا میدونین این خانمای ایرانی چجوری میرن مجالس به من کشید کنار گفت این چیه؟ چرا این خانمای شما اینجوری لباس میپوشن؟ یعنی چی؟ میان اینجا برمیتسا دکولتو نمیدونم میکس دنسینگ و فلان و این بهش گفتم ببین یا رایت بهش گفتم ولی ببین همین خانما را تا اگه به یه شبات ببینی کلیسا وقتی توره در میارم ببین چجوری دارم با هشم راز و نیاز میکنم ببین حقیقتا هم همینه امروز ما اینجا چیز داشتیم اینجا من صندوق بودم بلا همه ایزی همه میان براخا میخوان چیز میگم not dressed properly not چیز نیست emunate emunate از کجا امونه میاد جدن چرا اسرائیل ایرانی هنوز اکباب بزن امشور به خاطر چیه؟ به خاطر ببینید تو ایران تا این اواخر به خصوص ببینید کشروت ها نگه میدارد کشروت پسخ شما نگاه بکنین پسخ ها هیچ کسی مثل ایرانی ها الانش هم الان نگاه بکنین خیلی از ایرانی های غیر مذهب پسخ که میرسه و آبیلاست ما جدن از همین این چیز جدت که میکنن ارها بسن چنجی تو چیزه تو کشروت الان هم ببینید خیلی از ایرانی که شما شبات هم بسن کشروت رو گرم میدارن الان ببینید پیکو اینقدر سورنای کاشر و فلان این آمده اینجا بیشتر چیز خود ایرانی هست قبلش اینجوری نکن ایرانی ها بیان الان شما تو پیکو probably easy بیشتر از 35 تا چیزه گلت کاشر داری
بیکری و نمیدونم رستوران و فلان و اینا، اینا بیشترش به خاطر ایرانی هست. مارکت ها رو نگاه بکنید، مارکت همشون مارکت های گلتکاش همش ایرانی هستن. چه عجب ما اینقدر خانواده شما شباده داریم؟ نه، خیلی از ایرانی هم که شما شباده هم که نیستن لکیب کوشن. و این کشرود نگه داشتنه. This is it. ببینین داره تورا سریع هم داره میگه، تورا میگه که هدف از چیزی کشرود اموناست. مثل نرس کردم رمبان میگه برین، میگه اگه اینه تو اموناشون خدش افتاده برین نگاه بکنین ببینین حتما شوخداشون درست شخیده نمی کنن. اینه مثلا کشرود دارن. ببخشید رفورما با مثلا اینجا شروع شد لغزششون دیگه. Yes. گفتم آقا اینا مال 2000 سال پیش بوده، الان بهداشته بود. Right. وقتی کشروت ها نگه نداره آدم یکنات اینه دستی تو را داره صریحا داره میگه، میگه بلی تمته میگه که اگه چیزش نکنیم میگه تیمتو ملو میاره. تیمتو ملو یعنی چی؟ یعنی قلبش بسرود میشه. حالا بیا هر چی بخوای هر لاجیکی منطقی واسه چی کنی he's not gonna penetrate. He's not این پذیرا نیست برای چیز پذیرا نیست. تو هم هارولد بنشخای یه داستان میاره که میگه که یه دفعه یه کشتی اسرائیل هم توش بودن تجارتی داشته چیز میکرده، کشتیه چیز میشه قرق میشه و دو برخ از این اسرائیل ها رایت خودشون میرسونن به ساحل تو اسپانیا. اون طرف ها نه تو اسپانیا میرسن به ساحل و اینا هر کدومشون اینا ماهیگیران رو چیز میکنن و هر کدوم از اینا اینا دو برخ اسرائیل کاشر بودن رایت. هر کدوم از اینا میرن توی خانواده مختلف، یک کدومشون میره تو خانواده یا توی خانواده و بعد خیلی ازش چیز میکنن چون ازش قضا میارن اینو میگه نه من نمیخورم، من یه تو اینقدر من تو دایت فلان یعنی چی نمیخورم، نه من واسه دایتم و اینو نمیتونم بخورم، هر کارش این یه نمیخورم. بعد هم میگن نکنه تو اسرائیلی، اینم خود رنگ به رنگ میشه میگه ما هم اسرائیلی. اینا موران از این مورانا بودن، از این چیزی که چیزو کرده بودن در خفم چه نگه می داشتن، من ماش دکرش میکنن قضای کاشه everything right. یکی دیگه میره چیزه اونجا و تارف بیخور و همه چیزه اینا بجا. بعدش اینا خلاصه چیز می شود، اینا تماس می گیرن و فلان هم تلگراف و اینا و پول اینا چی می توسن، اینا بر می گردن میان، اینا اصلا بغدادی بودن فکر کنن، میرن اونجا پیش رو میگن چرا اینجوری شد رایی چه عجب. این رفت پیش یه خانواده که اینا مورانو در اومدن و کاشر تو 100% نگه داشت، اون یکی تارف خورده بود و فلان اینا. رایی باشو صحبت میگه امنیتش رو بگیم آقای به اینکه تارف خورده تو همیشه موازه بود تو کشرود تو همیشه معلوم میشه یه دفعه ایچی نکرده بود. یعنی وقتی خودت موازه داره هشم داره میگه که چی؟ میگه که خودتون چیز بکنید الان پس خوش خوندید، میگه ونیق دشتم، میگه باید خودت قدش بکنید و من کمکت میکنم رایت. پس خوش چیه؟ میگه که چی؟ که یعنی هشه مرکت خیلی مرتزم یاد خیلی ملوکید وحید قدشتم ویتم قدوشیم وحید قدشتم، اگه خودت رو تقدیس کردی I promise you ویتم قدوشیم. این که خودت رو تقدیس کرده بوده بینه هشه بازش بوده، ولی کسی که بوده این تکی دیزی کرده بوده هشون واسه اون چیزی که پرامیسه رو به اون نداره right. و اینجا اینه it's really اینه این بقیه تو ایران چقدر من یادم خدا بیامرز پدرم سربازی بودن گفتم با چه و خیلی از بچه از کسی میرفتن ایران این دوره قبل انقلاب و اینه رو نگاه نکن. This is not doing ما 2700 سال نگاه نمیشدم چیزش کنیم خیلی بگنم نه آقا ما همچنگه تو ایران بودیم و همینجور هم اسرائیل میمونیم، نه کشروت و نه شبت و نه چیز، نه همش وسیعت ساب مورده هست. It's not حرف It's not gonna happen. یا امریکایی ها دیده ندیدم It's not without ببین تو ایران همه میتوانه نگه میداشتن تو ایران. ببین ما خودمون اینو ببینیم تو ایران تا بگیرم 100 سال پیش بعضی هست بگیرم 100 شهرستانه که خیلی بیشتر همه جزئیات هلاخا که شما فکرشو بکنین تو ایران رعایت میشود. هر چیز مثلا اینا خیلی هم آقا یعنی چی جا به جا کردن؟ این اشکنازی ها بود یعنی چی؟ ما تو ایران جا به جا میکردیم،
تو محله جابجا می‌کردیم، همیشه می‌ذاشتیم بغلمون، می‌دونم چند تا می‌ذاشتیم بغل، می‌رفتیم کلیسا. خب تو کلیسا تو محله‌های ایران عروف داره، محله‌های ایران طوری ساخته شده، کوچه باریکا، خونه‌ها به هم دیگه چسبیده، آش عروف هم درست می‌کردن، آش عروف درست می‌کردن، مثلا میشد کری کرد. آره درست، می‌رفتن چند میز می‌ذاشتن می‌گفت کلیسا بس که الان اینجا عروف داریم. بعد ترتمیش بخواد کمه می‌دونه چجوری مادر بود، می‌رفتن اونم یخ بشکنن برن بکنه. من مادرم میگفتم مثلا تو کرمان، میگفتن اگه مثلا زن تو کرمان شوهرش تهران یه نخ بگیرن، نمیتونن یه نخش سرش بگیره سرشون بگیره. حلاخای نیدا تو ایران خیلی بیشتر از حلاخا اجرا میکردن. خیلی ها تو انگه نگاه بکنی، من یادمه دوزه میدونم مادرم مثلا چی داشتن، یه مثلا دیوانشون یه لاک قرمز میزدن روش، میگفت وقتی زن نیدا هست اصلا زرفاش باید جدا باشه. کو این زبان به تمقداش بوده، زمانی به تمقداش حلاخه تو متعرض داشتیم. الان اصلا هیچ راهی، یعنی تو ایران خیلی از چیزا رو بیشتر از حلاخه رعایت میکردن. الان خیلی از این خانمای ایرانی میرن گوشت پلاتکاشه میخوان دو مرتبه یکاش میکنن، یعنی همه سفیدیاشو باید در بیارن، همش پی نیست. خیلی اینا رعایت میکردن، they kept everything. میخواستن قدیما میخواستن این سوالا رو گوییم بکنن اسوانی ببرن، چیکار میکردن؟ یالا بیا اشد بگو، بیا چی بخور؟ گوشت گویمه بخور. کشته میشدن و نمیخوردن این سوره دان. دکپت چیزی بود، چون کشرود نگه میداشتن. وقتی کشرود، حتی چیزای دیگه هم نگه ندارن. ولی وقتی کشرود نگه میدارن، there is openness. کسی که وقتی کشرود، ولی کشرود نگه نمیدارن دیگه that's it. و متاسفانه الان تو لس آنجلس، الان من نمیدارم. I hear from my son-in-law horrors. آه سالم هم هستم. کشور که بله سالم هم هستم. شد. So, تو شورخان روخ می فرماید که چی؟ رما میگه شلو لطت لتینوق لأخول دواری مسوری. میگه بچه شیرخاره را بهش چیزای نمیتونم بچه که هنوز همین برمیتسوا نیست. میگه نه مواظب باش که بچه کوچیک اوردی چیزای چیز نخوره. ایرکاشر و اینو میگن مثلا یه دایه گویی هم حتی مثلاش نگیرن که مثلا شیر بده بشه وقتی چیزو بده. چون مادر میدونین غذایی که میخوره به شیر چیز میشه، خیلی از پسخو میگن که نمیتونی یه دایه گویی بگیری که بیاد شیر بده به دختر بیس. مشربه نو راشلا میجوری شد دیگه، مشربه نو هر چی پر او اومده بینم چیزای مختلف آورد، اصلا نمیخواست از خود از گویمات شیر بخوره. یه قطره شیر میگن افتاد رو زبانش و سه زبانش میگرفت. مشربان آقا باشمون تا بالاخره مادرش رو آوردن و بسید. بله. سو اینا what do we see؟ که اینا جدن حلاخه آمده. لفریش قطار مخیلت واری محصولی میدونه با نه؟ بله. واسه همین خیلی مهمه که میدونین حتی بچه های کوچک هم برمیتفا نیستن. بچه کوچیک. بچه مثلا دو سه ساله، مثلا اگه شبان میخواد بچه این بچه کوچیکو بگیرن اونم چرا خاموش بکنه که اصلا سرش نمیشه چیکار داره میکنه، اشکالی نداره. بچه کوچیک مثلا این اتفاق میفته، مثلا میام اینم اتاقا مثلا میام اشتباه چراغشو روشن میکنن بچه‌ها میخواد بره بخوابه، یه بیبی بگیره، بیبی که اصلا نمیفهمه داره چیکار میکنه بغل چیز خاموش میکنه، اشکالی نداره. ولی کشود نه، بچه کوچیک حتی از بچه کوچیک باید چیکار کنیم؟ میک شور بکنیم همه چه فرمول واتر دی هاف ایت کاشر. چرا؟ چون اگه غذای غیر کاشر بره تو سیستم، نه که حلاخه کریتس پرابلم، بچه هنوز چیز نداره، چیز میتفوت نداره، بچه کوچیک بچه شیرخوره. ولی این چون کشروت سوای چیز دیگه است، بچه کوچیک نمیدونم انتظار ازش میگم ببینم حلال حلاخه نداره، نه کشروت. چرا؟ یعنی بچه کوچیک مثلا بیار مثلا طرف شب میخواد خونش تلویزیون ببینه، یه بعد نوش تو خونه است بیا تلویزیون روشن کن، آزاده؟ نه در یه بچه که عقلش نمیزه، بچه همون دو سه ساله مثلا میگم اینو فشار بده، دو سه ساله هم الان دو سه ساله یه بیبی ها ببینید بیبی بازه چیز میکنه اینا، بزنش بغل چیز که بزنه خاموشش بکنه جده. که بیا یک بار تلویزیون روشن کن، تلویزیون اصولا تمام اصولا تیوی تو اواز، تو اواز مکروه چی داره؟ anyway ولی for sure not for that. اینه مثلا
اونم به دوست خاموش کردن بخواست. خاموش کردن از تورا چیز نیست. خاموش کردنی که از تورا ببینید همه کارهای شبات باید نتیجهش سازنده باشه. مثلا می‌نویسی، آتش روشن می‌کنی، یه چیزی می‌سازی. خاموش کردن مثل خراب کردن. کار مثبت یعنی. درست شد. تنها خاموش کردنی که از تورا سوره زغال درست کردن. چرا بس لازم می‌سازی زغال چجوری درست کنن؟ چوره می‌سوزونیش، بعد خاموشش می‌کنی، زغال کرییت می‌کنی. اون کرییتیوه. برای مثلا چرا خاموش کردن از تورا سوره نیست؟ میدربانانه. از سوره نباید. واسه این یه بچه بگیرن که مثلا بچه که عقلش نمیرسه داره چیکار میکنه رایت بشه بیارنش بغل چیز نگرش دارن که خودش مثلا بازی بکنه اینو خاموشش کنه اصلا بدون هیچ حالیش نیست اشکالی نداره. کوشر سویچ به کجا رسید؟ خیلی سخته کرده بودیم اونو. کوشر سویچ is not allowed به جز کجا جایی که انیوی شبات خیلول میکنن مثلا تو آرم تو اسرائیل تو آرمی بیسا تو هسپیتال ها که باید که چیز دارن و خزن کشور سویش رو بکنن بهتره ولی تو خونه ها اینا به هیچ بچه بیست فاید تو کتاب یروشلایم شل معلا این یروشلایم شل معلا کتاب خیلی جالبی رجوع به یروشلایم فقط رجوع به پدر بزرگ خانم منم رجوع داستان میارن من خانم مادر خانم خدا بیامرز 6 جنریشن یروشلایمی بود من مادر خانم چند سال پیش علام رفت این از چیزهای یعنی چندی میدونی اولین میدونین ویو برگشتن به ارض اسرائیل تقریبا 200 خورده سال پیش شروع شد کی بودن تلمیده های گان میویلا گان میویلا این فراجوه یه کلاس داشتیم ضبطش کردیم گان میویلا گفت ببین تو تهیلیم سوکارا تشبیه کرده به چی؟ به سیون میزبان 76 تهیلیم چه عجب میخواد؟ همونطوری که تعصب ایران آسوی سوکارا باید ساخت باید خودمون بسازیم نمیتونه همجوری یه اتاقا بگیرید باید بسازید سوکارا from scratch همینطورم ارتس اسرائیل سیون هم باید خودمون بریم بسازیم اصلا نیتوز اینا همیشه از ایران بعضی میرفتن اسرائیل حاجی میشدن برمیگشتن ولی این که باید بریم این با هرتسل شروع نشده زاینیزم این اصلش گان میویل هست گان میویل صد و خورده سال قبل از هرتسل از جمله این چیزای خانم من از 6 جنریشن بعد قبلش اینا از اروپا میان اسرائیل سو این کتاب هم کتابی که راجع به چیز خانم من صحبت میکنه یروشلایم شل معلا چکار میکنه؟ مسپر علی رجبی پسر 15 ساله که بوده از خانواده خیلی مذهبی که این چیز بوده تعریف میکنه که این تو چیزهای وقتی بشه سکولار استادیز اول شاید اول بوده ولی مثلا و خیلی هم خودش هم چیز بوده ولی گمارس هم تو کلش نمیرفته هر کاری میکرده تو کلش نمیرفته این اصلا عجیب بوده تونم جب مثلثات این اون شاگرد اول هر چی سعی می‌کرده چیز نمی‌میام پیش ربی اکیوا ایگر ربیشون قشنگ گوش می‌کنه میگه ببین که فیانیر ام یه این وقتی بچه بوده یه غذا غیر کاشر خورد بعد میرن چیزش میکنن اول پدر و مادر اصلا متحیر میشن میگن ایتس ایمپاسیبل رایت ولی بعدن که خوب چک میکنم میگن که چی بیو تو یه رد قطان میگن یه دفعه یه جا بوده جدن رفته بود یه جایی نمیدن بهش گویما بهش نمیدن سوپ گویمی های نداده بودن میگه that's it میگه حالا چکار کنیم پسری من آشق من میخوام تو من I wanna understand میخوام تو رایت بگیرم I don't wanna be just to have my secular studies so ربی کیوا اگر بهشون میگه که میگه ببین این تنها چارش نیم بفرسی جرد اسرائیل که و اونجا تور اسرائیل هم خیلی میدین فقر و سختی و اینا بوده و میره اونجا و جدن میره اونجا میگن اویرا ده ارز اسرائیل مخکیما میگن ارز اسرائیل اتمسفرش جدن معیانات چشمه های خخما رو که آدم باز میکنه
میره اونجا و بعد becomes a big time خواهم و میگه ولی تمام چیز به خاطر دقیقا همین بوده. بعد این داستانه رو که این تو کتاب می‌نویسه اون وقت چند سال قبل از این یک پیرمرد 90 ساله میاد پیش رابخ خمکانیفسکی تو بنه براک 120 ساله باشه الان گادوره داره و میگه که میگه ببین میگه من تو چیز بودم میگه من توی شیوا بودم یه دفعه اومدم بچه بودم اومدم خونه و بعد از که برگشتم توی شیوا چی شد یه دفعه اصلا اکودن اصلا تمام هرچی بخوندم تو راینا کلم نمیرم و میگه حتی میشنه نه تنه گمارا میشنایوت خوماش چیده که خود ساده تره و میگه که یه مدتی من توی شیوا موندم و آخرش هم دیدم که I just don't get it اینجا دن اینه it's. من که رفتم بالتیمور توی شیوا 1975 میگفتن اونجا بینیم جانز هاپکینز تو مریلند تو بالتیمور it's one of the top 10 schools in America جانز هاپکینز یونیورسیتی بهترین دانشگاه ها؟ بهترین دانشگاه right. من دانشگاه بغل اون بود من میفتم لایولا من میفتم لایولا بغل جانز هاپکینز بود اسم خیبونش یادم نیست ما اون روزا وقتی ما توی شبا بودیم یه پاسخ هست میگن و هاگی تا با یومام و لایلا و ما گفتم و هاگی تا با یومام ما تو روز تورا میخونیم و لایولا شب میرفتیم لایولا و هاگی تا با یومام و لایولا بعد این رایت جانز هاپکینز یونیورسیتی ها کم ای سپوک با جان راجب جانز هاپکینز رو برد بکردم آه that's right من که رفتم یشیوا بعد هم میگفتن یه پروفسور تلمود که گوین از جانز هاپکینز از اونجا میمده توی یشیوا گفتن این I really want to study تلمود اصلا کلش نمیرفته مثلا میمیدیم بچه یشیوایی مثلا 22 ساله چرا انلاج هر که به انگلیسی هم بخوندن I can't understand it چرا؟ چون میگن this is it این جدن مماش کسی که تارف میخوره هی کن اصنات کنه قدوشا نمیره تو کلش نه امونا میره تو کلش نه دو چیزای قدوشای چیزای عمیق تورای نه نمیتونه right. because تیمتوم علف میاره غذای غیر کاشر تیمتوم علف میاره so anyway این پیر مرده میگه خب میگه من بعد از اینکه از برگشتم از این دفعه ویکیشن اومده بودم دیدم چند مدتی چند سال توی شیوا بودم نه اصلا اینکه اینا میگه ول کردم رفتم میگه چیز میکنه میگه رفتم پرداختم به درسای فلان و اینا و چیز کردم و اینا بعدا میره نمیدونم پروفشنال میشه از این حرفا میگه الان رایت میگه الانم که یه سنی ازم گذشته دیگه ریتایر شدم میرم چیز میکنم I don't understand نمیتونم هنوز که هنوزه من گمارا تو کلم نمیره ما اتفاقا ما داریم میریم اونجا در دفیومی داریم بعضی هم میان اصلا به هر بگیم میگم پس چرا میه یه دفعه صبح ساعت پنجولی میه که چی if you don't understand گمارا آسون نیست میگه ادن هم من یه قدوشایی هست چیزی حس میکنم چون جدن it's not easy گمارا یک میدونین یه چیز یه تمرکز به خصوصی بخواد بعد میگه حالا که این داستان رو شنیدم میگه الان من یادم اومد که اون وقتی 8 ساله بود 9 ساله بود میگه وقتی من اومدم تو برگشتم از شیوا اومدم تو دهمون گویما با من خیلی دوست بودن رفتم یه جایی داشتن گوشت خوک کباب کرده بودن چه مزه انداخته بود میگه من اینا اومدم من تعارف کرده خیلی من دوست داشتن منم I couldn't control myself خوردم میگه الان که این داستان رو شنیدم I'm sure من درست بعد از این بود که من دیگه یه دیمونم چیز کباب خوک که خوردم that's it میگه از اون به بعد من ماش تیم تو ملب که میگه از اون وقت به بعد من اصلا رایت تو وجودم چیز نمیشون اتفاقا میدونی چند سال پیش توی اروپا یه جایی میان نفش قبر میکنن و میبینن که چی میبینن که یک جسدی اصلا کاملا دست نخورده چیز شده پیدا میکنن نقشه قبلی
خواستن چیز بکنن، خواستن دو قبرستون اسرائیل دارن نمیدونم چیزش بکنن، فقط این چیز مقبره گانم رو جا به جا کردن. من پسرم رفته بود اروپا دیده بود، رفته بود جای جدیدش، چون داشتن میخواستن برم جیم بسازن با تو ریتواس. بعد وقتی نمشه قبر میکنن یه جسد رو میبینن دست نخورده، وقتی میرن تحقیق بکنن ببینن چی و کجا بوده، میگن این یک سرباز بوده تو رم اتریش، نمیدونم کجا بوده تو ارتش اونجا، و اونجا سرجوخش نشتیش میکنه که میخواست مجبورش بکنه چیز بخوره که طرف بخوره و ممانعت بکنه خفه میشه. اما سر همین جره اینجوری مرده بود و میگم اماش این جسدش دست نخورده مونده بوده. بعد چه مدت؟ ها؟ بعد از چندین سال، بعد از کنم 40-50 سال تحقیق کنن تو رکوردش که چجوری مرده بوده این، این سر جریان این بوده، خواستم چیزش بکنم. همینطور هم میدونی نمیدونی یک سازمان هست اراخیم، اراخیم تالا یعنی 1,000,000 بلچوبا چیز کرده اراخیم، این سمینار میذارن تو اسرائیل، تو اسرائیل اصلا انقلاب کرده اراخیم. مؤسسش، مؤسس من این دفعه میتش کردم، یتزخاک والاس فکر کنم اسمش، مؤسسش یک اسرائیل سکیلار بوده، انجینیر بوده، این چی بوده، مهندس بوده. بعد این تعریف میکنه میگه یه روز یه آفیسش توی که از این هایرایزهای تلویه بوده، یه روز خانم من زنگ زد میگم اصلا هیچی به چی رو نگه نمیداشتم نفیم، یه خانمش بهش زنگ میزن میگه هانی من شب شام چیز نکرده، if you don't mind خبز که میای خونه برو اونجا تو کیکار دیزنگوف یه چیز هست، یه چاینیز رستوران طرف رایت کاشر نیست، میگه از اونجا بچه خیلی غذا اونجا از اونجا بگیر که شب شام داشته باشه. میگه اوکی. گرفتم تو صف وایسادم رایت. بعد همین که تو صف منتظر بودم که بیام اوردرم، یه دفعه من یادم چیز کردم، فکر افتادم که چجوری پدر بزرگ من رایت، من شنیدم از همه که بسان تحریم که پدر بزرگش درست قبل از اون که آمریکایی‌ها بیان و اینا رو چیز بکنن، این مخشم هم چیزا نازی ها میگیرنش، اینا داشتن they were starving to death و بهشون چیز میگن چیز تاریف بخوره میکشیند. این بدبختی که میگفت پدر بزرگ من که اینه انقدر سال he was starving، حالا میخواستن آخرین لحظات خواستن چیزش بکنن چیز نمیکنی بخاطر همین میکشنش، نمیخواستن تاریف بخوره. پدر بزرگ من خودش کشته شد، خودش رو کشتنده که تاریف نخوره، بابش که طبق علاقه میتونستن. بعد من و میگه پدر بزرگ من was so smart، انقدر شنیده بودم he was a very very smart person very educated smart right. این جونش رو داده که کاشر نگه داره. من الان اینجا تو اسرائیل تو رو خوب دیزم و فاصلم تو صف که برم تاریف بخورم، میگه بل کردم، میگه از صف اومدم بیرون رفتم تو فکر، رفتم تو که چه حکمتی بود که این پدر بزرگ من تو اون شرایط جونش را چیز بکنه. بعد رفت و شروع کرده مطالعه و اینه اونو بلچوبان میشه، بلچوبان میشه خودش 100%. من که بار صحبت کردم گفت این معلم دیگه third generation داریم، گفت خودش میگه، گفت نوه هام نتیجه هام همشون تو راه تورا میتونه هستن. بعد شروع میکنیم نهضت را چیز کردن که هی مرتب میدونین چیز میکنن، ویکندهای مختلف سمینار میذارن، بهترین لکچرر رو میارن، ساینس هر سوالی داشته باشی، ساینس انالخ بیرونه کانتردیکشن هر سوالی داشته باشی الان جواب میدن، ایتس دان ویل اند بیوتیفول. الان تو اسرائیل ببینیم، تو اسرائیل حداقل 1,000,000 بعد شروع هست تو اسرائیل without any in a ببینیم ایتس ا فکت. ببینیم من که اسرائیل بودم، من 40 سال اینجا، 40 سال پیش که من تو اسرائیل بودم تو کنست تو مجلس اسرائیل شاید 11 نفر بیشتر members of Knesset شما شبات نبودن، الان بیشتر از 40 نفرشون شما شبات هم، 4 برابر شد. از کجا؟ چجوری 4 برابر شدن؟ چند نفر مذهبی؟ چقدر خوب مذهبی برخش زیاد زاد و ولد میکنن، چند نفر؟ بقیشون بلچوبه هستن. این نشون میده که این اصلا چجوری میدین اسرائیل عوض شده، و خیلی هاش به خاطر همین عراقی ما این نهضت هاست که انقدر بله چوبایی from all over it's amazing. ولی this is you know I met him
یسخاق والاس دات هیز نیم هیز نه دات سایه به خاطر چی هم سر جریان کش بود وایساده بودم میگه خودش میگه وایساده بودم تو صف منتظر بودم واسه قضای تعارف ام ویتینگ ان لاین واسه که قضای تعارف ببرم خونه بعدم پدر بزرگ من اینجوری جونش داده بود که چیز نکنه و ایتس ترو بود پدر بزرگای من هست خیلی خیلی از ایران که میرفتن چه دیدن من پدرم من تعریف میکردن یک اینو همه چی میخوردن ماست میخوردن و نمیدونم سیب زمینی میخوردن و این و اون و فلان تخم مرغ گویمی نمیخوردن آقا تخم مرغ اونا میپختن با چی با پوست نمیخوردن میگفتن نه نمیخورید اگه تو دیگه چیز باشه نمیشه رایت خب مثلا تو ایران چیکار میکردن وقتی مسافرت میرفتن نمیدونم چند روز چیز اینا خب. من یادم میاد مهمون خونه های چیزایی تو خونه میپختن به رنج و پان یه چیزایی یه چیزاش هم میشد خورد تو از مثلا اگه دیگه مثلا یه دیگه که فقط فرش توش برنج درست کرده اگه توش گوشت اگه دیگه تعارف نباشه تخم مرغ چیز بکنن چیز نیست ولی شور ولی جدا اینه بعد این رعایت میشد تو ایران قدیم 100% واسه اینه که اگر ببینین تو ایران من یه دفعه این عرض کردم توی گمارا میگه که توی گمارا میفرماید که تا 10 سال فکر کنم یا بیشتر هم حتی بعد از اون که بت گذاشتن توی هیخال توی بت مقدار هنوز اون 20 تا معجزه که هر روز اتفاق میافتاد وقتی بت مقدارش پا بر جا بود مرتب چندین معجزه بود یکی از معجزه‌ها این بود که ببینید این دوده که دود آتشی که میرفت بالا هیچ وقت بادی تکونش نمیداد مگس پیدا نمیشد انقدر خون و انقدر شیطان مگس پیدا نمیشد یه بار چندین معجزه بود با وجودی که چیز گذاشته بودن بت گذاشتن توی خال هنوز حق و دشوار خوب میدونین واسه ایسرا رحم داشت هنوز معجزات ادامه داشت تا دیگه بعدش دیگه چیز من همیشه دفعه عرض کردم دفعه اینجا اولین 30 سال پیش من دوار اومدم اینجا یه لکچر دادم تو یولا راو داوید هم اونجا بودم سبب هم گفتم به چیز اسرائیلی ایرانی خیلی وقت نیست که اومدن بت گذاشتن تو بت مقدس نمیدونم میدونین چیزای سکولاریسم اومد به اسرائیل ایرانی خیلی وقت نیست واسه این معجزه امونه هنوز ادامه داره بعدم بهترین چیز این آدم اگه مثلا کسی بخواد چیز کنه اولین چیز کشود اگه میخواین فامیل، دوستا، کسی میرین به قربشون کنین به تورا the first thing is going to keep kosher اگه را کشور رو نگه دارن و الان تصویراتش هم هست برو خواهشون اینقدر رستوران همه چی available هست، هر جا ببین اگه کشوت رو نگه دارن so then the rest of it به ازراتشون it's going to be much much easier